این پرونده برامون شده یه موضوع حیثیتی. پیداش کن سنگورد. با تمام و تمام دنبالشیم قربان. اون مرد زخمیه، پول نداره و بدون تجهیزات دیجیتال عملا ناتوانه. ترجیح میدم به جای شنیدن این تحلیل ها خودشو ببینم. بله قربان. دنبال اثر انگوش میگردین؟ هنوز که چیزی پیدا نکردیم. معلومه. دنبال اثر انگوش خودمون بگردیم موفق تریم. مطمئن باشین غیر از خودش ما تنها کسایی هستیم که پا تو لونش گذاشتیم. ممنون. صدفان چرا دستکش دستت نکردی؟ لپتاپ و این مسائل قبلا اثر برداری شده جناب سوان. چیزی پیدا کردین؟ بله. دو تا اکانت داشت. یکیش هر کاری کردم باز نشد، اما اکانت دوم به راحتی باز شد. دارم سرچش میکنم. جالبه جناب سروان، تنها فایل موسیقیش همون قطعه معروف خودمونه. گوش کنید. بازی نکن، نیازی خیلی کار داریم. صدفاً چیزی به درد بخوری گیر آوردین؟ هنوز که نه. میکنه. ای بفهمی نفهمی کار میکنه. اگه رمز تو تونتون بزنی کار میکنه. اگه نه که کارت تو میخوره. ای بابا من که نمیتونم تونتون بزنم. چیکار کنم اونا؟ نمیدونم پدر جان. من عجله دارم باید برم. اینا کمکت میکردن. پسرم دو دقیقه بیشتر طول نمیکشه. من چرت و پرت میخوام. نون و گوشت بخرم برای خانواده‌ام. خدا خیرت بده. چیه؟ زخمی هستی که؟ اب نداره. بده من کارت تو زود باشه. کدوم کارتت؟ نمیدونم همه شو بده خودم پیدا میکنم.
شماره رمز تو بگو تا نخورده. بگو زود باش. برم نکن. 20 گفتی 40 تومن؟ آره پسرم 40 تومن. یه پدر جان اینم 40 تومن. بابا درست میدادی دستم خوب. جای تشکرته؟ ما رو باش کار تو رو راه میندازیم. بیا کارتت هم گذاشتم اینجا. این همه مدرک رو برای چی گذاشتی کنار هم؟ گم میکنی ها؟ مواظبم پسرم. خدا نگهدار. یه جسم تیز به طول تقریبا 2 سانتی متر از این نقطه جمجمه وارد شده و الان درست تو این قسمت مغزه. سریعا باید عمل بشه. زنده میمونه؟ این عمل خیلی ریسک بالایی داره. ممکنه موقع جراحی اونقدر به مغزش آسیب برسه که برای همیشه فلج شه. ای بابا، یعنی انقدر خطرناکه؟ تجربه عملهای مشابه اینو زمان جنگ زیاد داشتیم. یادشون بخیر دکتر عاطفی. خب سروان عزیزی رو هم دکتر عاطفی عمل کنه. الان که غیر ممکنه، دکتر عاطفی 10 ساله که فرانسه است. خبرش کنید بیاد ایران، نگران مخارجش هم نباشید. اصلا زمان نداریم جام سرنگ، ما باید سریعا دست به کار بشیم. البته یه راه حلی هست. چه راه حلی؟ شما اگه با دکتر عاطفی صحبت بکنه، ایشون هم بپذیرن، من و همکارم میتونیم به لحاظ فنی اتاق عمل آماده بکنیم که دکتر از همونجا تیم جراحی شما رو به صورت آنلاین هدایت بکنه. عمل اینترنتی؟ بله. با دوربینی که تو اتاق عمل نصب میشه، دکتر میتونه از فرانسه تمام مراحل رو از طریق اینترنت و به صورت آنلاین هدایت و کنترل بکنه. تیم جراحی شما هم تحت نظر ایشون کارش رو انجام بده. اینجوری به نظر میاد که دکتر داره خودش عمل رو انجام میده. این بهترین پیشنهاد ممکنه. راستی از نیروهام نیازی و صفایی چه خبر؟ 3-4 تا از بچه‌هاتون که سرپایی معالجه شدن. فقط صفوان نیازی عمل جراحی کوچیک داشت که اونم فکر کنم یه هفته استراحت کنه بتونه برگرده سر کارش. نگران نباش. بجنبین دکتر. من نمیخوام یکی دیگه از بهترین نیروهام از دست بدم. بسیار. بریم. بفهم. سلام، بگو اسام. اون دیگه بی پول نیست قربان. منظورت چیه؟ گزارش کلانتری 138 میگه اون کارت آبربانکی یه پیره مرد رو دزدیده. لعنتی، چقدر تو حسابش بوده؟ گویا دیروز ما به تفاوت حقوق بازنشستگی پیره مرد رو به حسابش ریختن. 1,333,000 تومان. خیلی خوب، گوش کن ببین چی میگم. با کمک صاحب حساب از بانک صادر کننده کارت بخوان که حسابش رو کنترل کنه. به محض اینکه خواست از آبربانک پول بگیره یا از فروشگاهی خرید بکنه ردشو بگیرین. نباید بفهم ردیابی شده ها. کافیه خیلی عادی اجازه برداشت نداشته باشه تا مجبور بشه چند بار کارت بکشه تا زمان کافی برای رسیدن نیروهای پلیس به دست بیاد. مفهومه؟ عجله کن اسام، عجله کن. چشم بابا. ببخشید. حال سروان عزیزی چطور قربان؟ داشتن عملو شروع می‌کردن. خداحافظ. شما میخواین انجام بدین، این بهترین گزینه ای که میتونین انتخاب کنین. دستگاه کاملا فول پورت، پورت HDMI داره. عرضم به حضور شما که هارد 320، LCDش LCD نیست LEDه، CPUش دوال کور 2 هسته‌ایه. این دستگاه ظاهرا در خدمت شماست. خیلی ممنون، همینو برمی‌دارم. خواهش می‌کنم. میتونم کارت بکشم؟ بله حتما در خدمتتون هست. بفرمایید. رمزتون رو لطف میکنین. این موجودیتونه. خیلی ممنون.
همشو خالی کنین. یک کیف لپتاپ و یک کارت اینترنت هم میخوام. بله. بقیه‌اش هم زحمت نقدی بهم بدین. میشه کرایه راه. چشم. سلام بابا. کجای پسرم؟ خیلی خوب. مواظب خواهرت باش. زنگ زدم بگم ماهیانت رو منتقل کردم به کارتت. بابا کاری نداری، پشت خطی دارم. خداحافظ. بگو اسام. قربان ظاهرم وارد عمل شده. تقریبا 20 دقیقه پیش از یه فروشگاه توی آیتالو کاشانی خرید کرده. حدود 900. آدرسو گرفتین؟ بله. خیلی خوب، آدرسشو بگو. سه دقیقه است. من اون نیروی گشتی 10 دقیقه پیش اینجا بودم. از کدوم فروشگاه خرید کرده؟ طبق گزارش بانک از کد 1811 خرید کرده. همین بالاست قربان. از این طرف. این بابا دیگه حسابی عصبیم کرده. تا وقتی بخوام تعقیبش کنیم همینه، یه قدم از ما جلوتره. باید ازش جلو بیفتیم. بعد ابتکار عمل ما به دست بگیریم. اون آدم همه موجودی آبربانک رو داده. الان یه لپتاپ داره و حدود 1,000,000 یورو توی یه بانک سوئیسی. و طبیعیه که بخواد از حسابش برداشت کنه. اونم از ایران. خرید اینترنتی از یه شرکت که تو ایران هم نمایندگی داره. پول از طریق اینترنت پرداخت می‌کنه. و خریدشو اینجا تو ایران تحویل میگیره. ولی چی میخواد بخره که اینجا به دردش بخوره؟ یه چیزی که بشه زود پولش کرد. خودرو. آره. بهترین گزینه ماشینه. الو، گوش کن. لیست همه نمایندگی‌های فروش اینترنتی اتومبیل خارجی تو ایران میخوام. تحویل گرفت. اینم شما باشید. مرکز ناصر. مرکز بگوشم. مرکز
سلام سهر جان. شما؟ بعد با هم صحبت کنیم. من با شما حرفی ندارم. برو بالا. برو بالا. باور کنید من رو هم خبر نداشت. یعنی به همین راحتی ماشین رو ازش خریدی و تمام پولشو دادی؟ تمام پولشو که نه، 70 میلیون تومان تراول گرفت، 10 تومنش هم گذاشتیم کف محضر. من کار خلافی نکردم آقا، تمام مدارکش درست بود، کارت و سندش هم داد به من که کاراش انجام بدم بعد بیاد محضر. خیلی خوب، شما فعلا میتونید برید. خیلی ممنون. امری نیست؟ نه خیلی بفرد. حالا 70 میلیون تومانم بود. ترس رفیق نمیخوام اذیتت کنم، اگه قول بدی سر صدا نکنی دهنتو نمیبندم. راحت باش دوست من. من دوست شما نیستم، شما رو هم دوست خودم نمیدونم. من احساس تو رو درک میکنم، اما توقع دارم تو هم احساس من رو درک. میخوام به ترسای بزرگ عادت کنی تا از اون ترسای کوچیک راحت بتونی بپری. گفتم متاسفم. باشه خانم باشه، سوهیل که بچه نیست، شاید کلاسش طول کشیده، شاید ایستگاه مترو شلوغ بوده. من الان گرفتارم. بعد به دلت را نده. فعلا خداحافظ. سلام بابا، کجایی؟ سلام رفیق. الو؟ نگو صدا و نشناختی که ناامید میشم. سهیل پیش منه، نگرانش نباش. تو با من طرفی؟ با پسرم چیکار داری؟ بذار بره. توقع نداری اینقدر با این تلفن حرف بزنم که جامو شناسایی کنی که ها؟ برو خونه منتظر باش تا تماس بگیرم. حسام؟ مامانی، چرا تو داشت نمیاد؟ میاد ماما. Thank you.
الو ایمیل تو چک کن. الو لعنتی فرصت ردیابی نداد. شماره سهیل نیست، یه خط اعتباریه. سعی میکنم ردیابیش کنم به شرط که خاموشش نکنه. یه کاری بکن. مدارک معتبر میخواد، پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. میخواد کمکش کنم تا از ایران خارج بشه. گفته وقتی از ایران خارج شد تماس میگیره و محل سهیل رو میگیره. هر کاری میگه بکن بهروز. خواهش میکنم، جون بچه‌م در خطر. الو 10 دقیقه دیگه سر 4 راه کنار کیوسک تلفن. فقط یادت باشه که باید تنها بیای. چی کار کردین؟ من حد اکثر بتونم 24 ساعت دیگه از چشم پلیس مخفی بمونم. بعد هرچه زودتر از ایران خارج بشم. یعنی چی؟ باشه خوبه. خوبه. منم یه کار نیمه تموم دارم که تا اون موقع تموم بشه. کجاست؟ سرت کیه؟ چی میگی؟ الو سلام سهیل چطوره؟ خوبه خوب. گوش کن ببین چی میگم، اگه یه مو از سرش کم شه تیکه تیکت میکنم، میفهمی؟ احساسی برخورد نکن سربار. اصلا رو شخصی میکنی؟ بیدم یه پرونده است مثل پرونده های دیگه. کارو با احساس دادی. چی میخوای؟ چی میخوای؟ همونایی که برات ایمیل زدن. میدونی که من این کارو نمیکنم. داری ناامیدم میکنی. یعنی جون سهیل برات مهم نیست؟ باید مطمئنشم که سالمه. باشه حتما. الو سلام. الو. بابا سلام عزیزم، خوبی؟ من میترسم بابا، میترسم دیگه هم دیگه رو نبینی. این حرفا چیه بابا؟ نترس، نترس عزیزم، اذیتت میکنه؟ بابا تو رو خود مراقب سهیلا باش. یادت اون دفعه اشتباه من داشت کار دستمون میداد؟ اون روزی که مامان نبود ما ستایی رفتیم خرید، اون روز اشتباه من شما رو خیلی عصبانی کرد. الان هم اشتباه من شما رو تو درد سر انداخته. آی 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 تو هم که بین بابات داری احساسی برخورد میکنی. گوش کن ببین چی میگم. تو گوش کن جناب سرگرد، اگه تا فرد و زور مدارکی که خواستم آماده نباشه دیگه پسرتو نمیدی. فهمیدی؟ الو 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 سروان پورهادی هستم از دایره مبارزه با جرایم رایانه‌ای. میخواستم یه مورد آدم ربایی رو گزارش کنم. بله پرونده طبق روال فردا میرسه خدمتتون، اما از اونجایی که مورد به معاون دایره جناب سرگرد احمدی مربوط میشه. بله بله متاسفانه پسرشون مجرم کاملا شناخته شده است، در ارتباط با یکی از پرونده های همین دایره است. آدم خیلی خطرناکه جناب سرگرد. بله اون عملا سهیل احمدی و گروگان گرفته تا بتونه از پلیس امتیاز بگیره، مدارک مطمئن برای خروج از کشور. نه نه فکرمون به جایی نرسیده، هیچ سرنخی نداریم. خیلی متشکر میشم. ممنونم. خدا نگهدار. قرار شد دایره آدم روبایی هم از همین الان کار تخصصیشو شروع کنه.
جناب سرگار. جناب سرگار. یه چیزی جور در نمیاد حسام. بشین. چی قربان؟ دیشب وقتی تونستم یه لحظه با سهیل صحبت کنم اشاره به یه خاطره ای کرد که من همیشه فکر کردم فراموشش کرده. بعضی وقتا تو این موضوعات کوچیک نکات مهمی میشه پیدا کرد. همین فکرمو مشغول کرد. سهیل پسر باهوشیه. امکان نداره حرف بی رفت بزنه. مطمئنم که اگه میخواست حرفی بزنه حتما وقت داشته که طراحیش کنه. چند وقت پیشا من یه دعوای سختی با سهیل کردم. خیلی سرزنشش کردم. چرا؟ البته اگه... نه، چیز مهمی نبود. یه مدتی پیش من و سهیل و خواهرش سهیلا رفتیم مرکز خرید. من کیف پولم بودم به صندوق جا گذاشته بودم. مجبور بودم برگردم تو فروشگاه. اون چیزایی که خریده بودم با بچه‌ها گذاشتم تو پارکینگ. به سهیل گفتم سهیل جان مواظب خواهرت باش تا من برم و بیام. وقتی برگشتم دیدم سهیلا گم شده. سهیل هم بیتاب و نگران داره خودشو میکوبه به در و دیوار. سهیل کجا بود؟ توی ماشین اسکاتی. ظاهرا من وقتی دیر میکنم دختره بهونه میگیره. سهیل هم میگه خب بیا بازی کنیم قایم باشک. من چشم میذارم تو برو قایم شو. چشم میذاره و دخترم میره تو همین ماشینی که گفتم تو پارکینگ افتاده بوده. اسکاتی و چفت و بستم نداشته. میره اونجا قایم میشه. طفلک حتما ترسیده بود. آره وقتی رسیدیم انقدر بچه گریه کرده بود که اصلا میتونم بگم تقریبا بیهوش بود. پس باید سهیل تو وضعیت مشابه گیر کرده باشه. فعلا مجبوریم اینجوری فکر کنیم. یه ماشین اسکاتی یا متروک توی پارکینگ ها؟ اگه فرض رو بر این بذاریم که سهیل دقیق گفته پارکینگ‌های طبقاتی و پارکینگ که اطراف مراکز خریده باید تو اولویت قرار بده. پس من میرم سراغش. حسام ردگیریش کن. سریع. الو. سرگار کجایی؟ دارم مدارک رو که خواستی تهیه میکنم. خوبه. پس معلومه سر حال اومدی. البته تا سهیل رو نبینم نمیتونم کاری برات بکنم. فکرش هم نکن. وقتی از ایران خارج شدم جای سهیل رو بدون. چهار بعد از ظهر میدون آرژانتین. فقط یادت باشه تنها. کجا؟ الو. الو. حسام. خیلی کوتاه بود. بچه ما وقت زیادی نداریم. الان دوباره تستش زدم. اون احمق نیست. میدونه با مداری که ما بهش میدیم هرگز نمیتونه از ایران خارج بشه. با این بازی میخواد واسه خودش وقت بخره. نباید این فرصت رو بهش بدیم. بخشی زدیم. بله قربان. با علیپور هولوش ساعت 4 میدون آرژانتین باش. میخوام ببینم از مخفیگاش میاد بیرون یا نه. هرچند بعید میدونم که خطر بکنه و خودشو بندازه دل پلیس. برو. چش قربان. حسام. بله قربان. با صفایی و بقیه افراد حتی امکان به صورت نامحسوس پارکینگ‌های شهر رو می‌گردین. به جای بی سیم از تلفن‌های همراهتون استفاده می‌کنین. مکالمه رو به حداقل می‌رسونین. بدون تیراندازی. سهیل صرف نظر از اینکه پسر منه، گروگان اون مرده. نباید کاری بکنیم که جون گروگان به خطر بیفته. مفهومه؟ بله. برید. بله.
لازم نیست دیگه اونجا بایی. نیم ساعت از قرار گذشته. میتونی برگردی. الو، یادت باشه تو قاعده بازی رو رعایت نکردی. قرار بود خودت تنها بیاری. خب گوش کن ببین چی میگم. اگه تو این مرحله پسرمو بهم برگردونی، قول میدم که برای تخفیف خوبی بگیرم. من به تخفیف تو نیاز ندارم. الانم دارم از اینجا میرم. بیا پسرتو بردار برو. فقط یادت باشه برنده این بازی من بودم. کجاست؟ حداقل این بار قول بده تنها میای. حتی یه نفرم بات ببینم قسم میخورم دیگه نذارم پسرتو ببینی. قول میدم. قسم میخورم که تنها بیام. کجا باید بیام؟ پارکینگ طبقاتی لاله، طبقه ششم، یه فولکس واگن زرد پارک. زائل اونجا منتظرته. قولت یادت نره سرگارد. بالاخره اومدی سرگرد؟ اینم پسرت. از اینجا به بعد مسئولیتش با خودت. سعی و سالم. اگه بازم به حرفای من گوش کنی میتونی سالم از اینجا ببریش بیرون. آماده ای؟ شروع میکنیم. آی سرگرد، تو که نمیخوای با جون پسرت بازی کنی؟ اونجا یه سیمچین هست، برش دار. یکی از اون چهار تا سیمو باید قطع کنی. میتونم یه توصیه بهت بکنم که 25% شانس تو افزایش میده. قرمز رو قطع کن. به جم سرگرد، پلیس باید بتونه در وضعیت بحرانی سریع تصمیم بگیره. ناصر حمید بگوشم سریع با نیروه کمکی بیاییم پارکینگ لاله. مجرم فراری الان باید پشت شمای پارکینگ باشه. پارکینگ باید محاصره بشه، مفهومه؟ اطاعت قربان. تمام پسرم، همینجا محاصره جمع نمی کنی باشه؟ این دفعه دیگه به موقع رسیدم نه؟ صدا چرا میلرزه سرگرد؟
نکنه ترسیدی؟ بچه آدم همه چیز آدمه. تو اینو نمیفهمی. حاضر بودم هر بلایی سر خودم بیاد، ولی سهیل طوریش نشه. سهیل پسر خوبیه. من نمیتونستم بهش صدمه ای بزنم. فقط میخواستم تو رو بترسونم. ولی اون تو این بازی نبود. این بازی قاعده خودشو داره. سرت چطوره؟ تا چند دقیقه دیگه این پارکینگ محاصره میشه. میدونستم کار خودتو میکنی. گفتم بیای اینجا که با هم تسبیح حساب کنیم. من و تو تنها بدون اسلحه. بذارش کنار سرگرد. من باید به وظیفه‌ام عمل کنم. بهتره تسلیم شی. تسلیم شدن رو بلد نیستم. واسه این کار تمرین ندارم. شاید تو الان همبازی خوبی نداشتی. اون تنم از خودت باز کن. گفتم از اینجا فاصله بگیر. بندازش کنار سرگرد. من اسلحه رو انداختم.